بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز، در این سلاید شما میبینید که ما در مورد عملکرد آپراتینگ سیستم صحبت میکنیم که آپراتینگ سیستم در یک سیستم ما یعنی چطور کار میکنه و ما مکمل در این سلاید ها بالای این موضوع بحث میکنیم. ما در این قسمت دوست عزیز پنج عملکرد آپراتینگ سیستم میخوانیم که عبارت است ریسورس منیجر است، دوم پروسس منیجمنت است، سوم استوریج منیجمنت است، چهارم هم میموری منیجمنت است و پنجم هم سیکیوریتی است که ما هر یکی از این موضوعات دوست عزیز استپ با استپ ما شما تشریح میکنیم. میریم یک با یک ما شما تشریح میکنیم که اول ریسورس منیجر چیست. اولین موضوع یست در این سلاید به نام ریسورس منیجر است، یعنی یک آپراتینگ سیستم میتونه من حیث یک مدیر خوب در یک کامپیوتر کار کنه، یعنی مدیریت بکنه، اداره بکنه، کنترل بکنه تمام سخت افزاری که در کامپیوتر است، مثل سی پی او، مثل رم، مثل آیو اینترفیس و غیره و غیره دیوایس هایی که در کامپیوتر ما به شکل اینترنال یعنی داخلی و خارجی قرار داره، به خصوص زمانی که چندین یوزر از یک ریسورس مشخص استفاده میکنن مثل سرور و تا اون مثال چندین یوزرها در این زمان میخوان که خدمات از سرور بگیرن و سرور در این زمان به تعداد از یوزرها خدمات بده، هر کس از کامپیوتر خود ریکوست خود را روان میکنه و سرور در عین زمان مسئولیت داره که برای هر یوزر ریسپانس بده و یا جوابگو باشه. در این صورت ما میخوانیم که آپریتینگ سیستم چطور میتونه منابع سخت افزاری که در سرور وجود داره در اختیار هر یوزر بسپاره، یعنی به این معنا که نظر به نیازشان دوست عزیز، یعنی متوجه باشین که اگر چندین یوزر ریکوست از سرور میکنن متوجه باشین نظر به نیازشان بر از اینا چی میکنن آپریتینگ سیستم هاردویر در اختیارشان قرار میده. به طور مثال اگر یک یوزر از ریکویست میکنه شاید 20% سی پیو را در اختیار از دیوانه، 20% رم در اختیار از دیوانه، 20% هم آیو انترفیس و غیره و غیره دیوائس ها. همه قسم اگر یک یوزر دیگه نظر به ریکویستش میتونه اضافه تر باشه، میتونه بر 30% رم، 30% مایکرو پروسسر و غیره و غیره در اختیار از دیوانه. ببینید در اینجا منیجمنت و مدیریت خوبه از سخت آبز سخت افزار ها توسط آپراتینگ سیستم میشه، طور تنظیمات میکنه، طور سخت افزار های کامپیوتر را در اختیار یوزر ها میذاره که یعنی بالای سیستم فعلی لود و یا بار سنگین بالای سیستم یعنی وارد نشه و یا نبیایه. در صورتی که شما اگر از کامپیوتر شخصی خود هم استفاده میکنید، یعنی در این زمان اگر یک یوزر از کامپیوتر یا از یک سیستم خود استفاده میکنه متوجه باشین در اینجا هم یعنی آپراتینگ سیستم مدیریت خوب از سخت افزارهای کامپیوتر شما را میکنه. به طور مثال شما فکر کنین که فعلا یک نفر هستین و از کامپیوتر شخصی خود یعنی یک یوزر هستید از کامپیوتر شخصی خود استفاده میکنین، فکر کنین کامپیوتر شخصیتان اینمی سیستمی که فعلا در جا قرار داره سیستم شخصی و یا کامپیوتر شخصی شما. ببینید در اینجا زمانی که شما اگر چندین اپلیکیشن را باز میکنید، به طور مثال برنامه ورد را باز میکنید، برنامه اکسل را در این زمان باز میکنید، یک میوزیک هم شما میخواهید که پلی بکنید، یک میوزیک هم پلی میکنید، یعنی چندین تسک و چندین وظیفه را در عین زمان انجام میدید، متوجه باشید نظر به تسک ما، نظر به کارهایی که ما بالای سیستم انجام میدیم، اینجا سیستم مکلف است که برای هر تسک ما نظر به نیازشان یعنی هاردویر در اختیارشان بگذاره، یعنی اگر ما ورده باز کردیم، اکسل باز کردیم، یک میوزیک پلی کردیم و یا چندین کار دیگه را کردیم، یک گیم و طور مثال بالایش کلیک کردیم، نظر به مقدار ضرورت هاردویر به اینا چی میکنه؟ هاردویر در اختیار یا میگذاره تا اینکه بالای سیستم
لود اضافه تر نشه و کنترل خوب بکنه تا اینکه سیستم فعلی ما داون نشه و ما نتونیم که از این سیستم استفاده کنیم. داون به طور مثال چه قسم که کامپیوتر میتونه مکمل استارت بونه، یعنی دیگه نه ماوس کار بکنه نه کیبورد کار بکنه، تا اینکه شما مجبور شوین بالای پاور بتن شما کلیک کنین، یعنی به این معنی که کامپیوتر شما به شکل فورسلی شات داون کنین. این یکی از مدیریت خوب آپریتینگ سیستم است در عرصه سخت افزارهایی که در کامپیوتر وجود دارد. اما اگر در عین زمان از یک ماشین چندین یوزر و یا اشخاص استفاده میکنن، مثل که سرور در عین زمان چندین یوزر میتونه خدمات بگیره و یا میتونه ریکویست خود را روان میکنه، یعنی در عین زمان چندین یوزر از یک سیستم استفاده میکنن، در این صورت آپریتینگ سیستم مکلف است که من حیث یک مدیر خوب منبعها، یعنی سخت افزار یا آله های کمیتر مثل رم و سی پی یو و غیره انجام وظیفه کنه، یعنی بتونه خوبتر تمام دیوایس هایی که در کامپیوتر وجود داره، تمام سخت افزار هایی که وجود داره اونا را مکمل کنترل خوب مدیریت خوب باید بکنه تا اینکه لود یا بار بالای سیستم نیاید. یعنی هر یوزر با چقدر سخت افزار ضرورت داره، نظر به نیاز هر یوزر سخت افزار سیستم در اختیار هر یوزر قرار میده. یکی از مثال های خوبه که دوستای عزیز ما شما میتونیم بگوییم که نشان دهنده از این است که چطور آپریتینگ سیستم میتونه مدیریت خوب سخت افزارها را بکنه، البته در کامپیوتر شخصی خودتان در تاسک منیجر بودیم. و طور مثال من سیستم فعلی خود را که من فقط یک یوزر هستم به شکل یعنی شخصی سیستم ما فعلا استفاده میکنم، شما میتونید بالای تاسک منیجر برین و فعلا ببینید دوستای عزیز که شما چقدر یعنی با چی اندازه سخت افزارهای سیستم خود استفاده میکنید و چطور اپراتینگ سیستم ایره براتون کنترل کرده مدیریت کرده. نظر به تاسک ها، چندین تاسک را که من فعلا ریکاردینگ میکنم، به طور مثال ما فعلا سلاید باز کردیم و یک ویدیو را پلی کردیم و غیره، اینا را براتون نشون میده که فعلا بر حال شما از سیستم یعنی از سخت افزارهای سیستم با چی اندازه استفاده میکنید، یعنی چقدر یعنی با چی اندازه شما از سخت افزارهایی که فعلا در داخل سیستم ما اتچ شده، یعنی اضافه شده مثل سی پی یو، میموری، رم و غیره و غیره، شما با چی اندازه از اینا میتونید استفاده کنید و چطور آپریتینگ سیستم میره در اختیار شما گذاشته. شما میتونید که توسط به شارکت هم کنترل شیفت اسکیپ به یک جای پرس کنید، شما را مستقیم بالای تاسک منیجر میبره همراه شارکت و در قسمت پرفورمنس بیاین دوست عزیز و در اینجا بر شما بسیار واضح نشان میده که یعنی آپریتینگ سیستم تانسته مدیریت خوب از سخت افزارهای سیستم انجام بده. یعنی آپریتینگ سیستم یک مدیر خوب در عرصه کنترل و مدیریت سخت افزارهای کامپیوتر است. یعنی ببینید به طور مثال سی پی یو را میبینید که ما فعلا چقدر از سی پی یو استفاده میکنیم، یعنی چقدر سی پی یو را در اختیار ما فعلا آپریتینگ سیستم گذاشته، چقدر میموری را استفاده میکنیم فعلا و فعلا از کدام درایو ها استفاده میکنیم، حتی وای فای که فعلا ما دارم مکمل براتون نشان میده، مکمل در کل در این قسمت براتون نشان میده دوست عزیز. پس اینمی مدیریت خوب آپریتینگ سیستم است، کنترل آپریتینگ سیستم است که در عین زمان سیستم عامل ما میتونه سخت افزارهایی که در کامپیوتر ما وجود داره اینا را مدیریت خوب و نیاز یوزر در خدمت یوزر یعنی قرار میده. خدا کنه که امیدوار هستم که ای سلاید به خوبی شما فهمیده باشین، درک کرده باشین که چطور آپریتینگ سیستم در کامپیوتر ما میتونه یک مدیر خوب سخت افزارهای کامپیوتر ما باشه، یعنی خوبتر بتونه مدیریت کنه تمام سخت افزارها را، کنترل خوبتر بکنه و نظر به نیاز هر یوزر سخت افزارها را در خدمت یوزرها قرار بده. نظر خب دوست عزیز در این سلاید شما میبینید که ما باز هم بالا یکی از عملکردهای دیگه آپریتینگ سیستم صحبت میکنیم که او عبارت از پروسس منیجمنت است. دوستای عزیز آپریتینگ سیستم میتونه که منیج یا مدیریت بکنه چندین پروسس و یا تسکی که به خاطر اگزیکیوشن
از طرف یک یوزر برای یک سیستم داده میشه. اینا میتونه خوبتر مدیریت کنه و سیستم مکلف است که توسط با سی پی یو، رم و غیره دیوایس ها تمام تسک های داده شده توسط یوزر پروسس و اکزیکیوت کنه و دوباره در ریزلت یا نتیجه در اختیار یوزر قرار بده. پس سی پی یو از الگوریتم های شدیولینگ الگوریتم به خاطر اکزیکیوت کردن دیتا، معلومات، تسک و پروسس ها استفاده میکنه تا ای که بتانه هر تسکی را که از طرف یوزر دریافت کرده در موقعش، یعنی در وقت معینش، دوباره به در اختیار یوزر قرار بده. خب دوست عزیز، در اختیار شما میبینین که نوشته است، میگه زمانی که یک یوزر باز میکنه و کار میکنه بالای چندین اپلیکیشن در این زمان، یعنی چندین تسک انجام میکنه. و طور مثال ورده که شما باز میکنین یک تسک است، شما یک وظیفه انجام میکنین، ویدیو پلیر را باز میکنین، یک تسک دیگه است، گیم پلی میکنین با مثلا بالش کلیک میکنین که باز شود، یک تسک دیگه است. فکر کنین شما چندین تسک است یک یوزر یا شما که یک یوزر است در اختیار سیستم گذاشته. در اینجا سیستم مکلف است که از الگوریتم های مختلف استفاده بکنه تا بتونه هر یکی از این تسک های شما را در یک تایم مشخص در موقعش چی بتانه یعنی اکزیکیوت کنه، پروسس کنه تا ای که شما کارتان انجام شود. پس در اینجا شما میبینید دوست عزیز، در تسک منیجر هم برتان نشان میده بسیار دقیق، میتونه شما به طور مثال چندین اپلیکیشن باز کردید، میخواین که فیسبوک استفاده کنین در براوزر، مایکروسافت آوتلوک، ایمیل های خود را چک کنین، در پاورپوینت فعلا یک سلاید ما شما پلی کردین، به طور مثال یک ویدیو را شما پلی کردین، مایکروسافت وایزور را شما باز کردین. ببینید دوست عزیز، تمامش براتون مدیریت میکنه، یعنی توسط به الگوریتم ها میتونن مدیریت بکنه. وقتی که اولین تسک را ما دادیم، دوم تسک را دادیم، سیوم، چهارم، پنجم، به طور مثال هایا اول نوبت کدام یکی از تسک هاست که باید اکزیکیوت شود، دوم نوبت کدام یکی از تسک هاست، سیوم نوبت کدام شد. این الگوریتم ها را ما شما یک به یک میخوانیم که چطور میتونه توسط به الگوریتم ها سی پی او هر تسک را در موقعش یا در وقت معینش به ما شما اکزیکیوت کنه و ما بتانیم ریزلت یا نتیجه شد دوستا ببینیم. دوستای عزیز، قابل یادآوری است که تسک ها و دیتا ها توسط به سی پی او در سیستم انجام میشه یا اکزیکیوت میشه. سی پی او از شدیولینگ الگوریتم ها استفاده میکنه تا بر هر تسک اولویت بده، یعنی به این معنا که هر تسک اول، دوم، سیوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، کدام یکی از تسک ها باید اکزیکیوت شود. خب دوست عزیز، در اصلا شما میبینید که باز هم ما شما در مورد یکی از وظایف و یا عملکرد دیگه از آپریتینگ سیستم بحث میکنیم که بارت از استوریج منیجمنت است. زمانی که یک یوزر معلومات میخواهد که در داخل سیستم ما ذخیره سازی کنه، معلوم دار از دوست عزیز که معلومات به شکل دائمی در داخل هارد دیسک ذخیره سازی میشه. در امی موقع است، در امی زمان است که آپریتینگ سیستم بتونه مدیریت کنه معلومات را در داخل ساختار هارد دیسک و یا سکندری استوریج دیوایس از طریق فایل سیستم. خب دوستان، میخواییم یک بریف تشریح ازی داشته باشیم که چطور زمانی که یک یوزر میتونه معلومات در داخل سیستم و یا در داخل هارد دیسک ذخیره سازی کنه و در اینجا آپریتینگ سیستم چطور میتونه که معلومات ذخیره شده را در داخل هارد دیسک، در داخل ساختار هارد دیسک مدیریت کنه و یا منیجمنت کنه از طریق فایل سیستم. خب دوستان، زمانی که شما یک دانه هارد دیسک می‌خرین، به طور مثال در داخل سیستمتان قرار میدین یا اتچ میدین، متوجه باشین که مجبور هستین شما برای هارد دیسک به بار اول یک ساختار ایجاد کنید که اینمی ساختاری که در داخل هارد دیسک ده متوجه باشین ایجاد میشه از طریق آپریتینگ سیستم ایجاد میشه. یعنی
شما زمانی که ناو جدیدن هارد دیسک خریداری کردید، وقتی که شما این را میخواین پارتیشن کنین به درایو سی و یا به درایو دی و یا همچنان دی ای باشه، متوجه باشین که در اینجا شما در اصل یک ساختار ایجاد میکنین در داخل پلتر هارد دیسک، که در داخل هارد دیسک یک پلتر وجود داره که محل قرارگیری داده ها و اطلاعات و یا معلومات در داخل پلتر میباشه. اما برای پلتر باید از طریق آپریتینگ سیستم اولا یک ساختار جور شود. زمانی که یک ساختار شما از طریق آپریتینگ سیستم جور میکنین، باید او را پارتیشن کنین. بعد از پارتیشن کردن میتواند این پلتر ساختار را به خود بگیره، یعنی میتواند که در پلتر سکتور ایجاد شود، میتواند ترک ایجاد شود، دسک سکتور ایجاد شود. در داخل هر سکتور شما در داخل پلتر میتونید که معلومات تانه شما ذخیره کنید، یعنی در یک جای مشخص میتونید ذخیره سازی کنید از طریق فایل سرچ کنید. یعنی اگر شما یک هارد دیسک دارین میخواین فرمت کنین، در اصل طور نیست که شما هارد دیسک فیلی دانا شما فرمت میکنین، معلومات داخلی زیرا ریمیف میکنین یعنی از بین میبرین. در اصل از طریق فارمات شما میتونین که فایل سیستمی که برای هارد دیسک یا برای یک درایو شما تعیین میکنین، متوجه باشین که از این قسمت میتونین اساین کنین، از طریق فارمات میتونین فایل سیستم برای هارد دیسک تان یا هارد درایو تان شما تعیین کنین. یعنی به این معنی که آیا NTFS باشه، NTFS که ما در این مورد هم لکچر کاملا جداگانه خواهد داشتیم، آیا فت باشه و غیره، فایل سیستم هایی که ما برای یک درایو میتونیم تعیین کنیم. پس بعد از پارتیشن کردن، یک هارد دیسک و بعد از فرمت کردن یک هارد دیسک، میتونه که هارد دیسک به این قسم یک ساختار به خود بگیره، یعنی به این قسم یک ساختار در داخل هارد دیسک ایجاد میشه، که ایجاد کردن ساختار در اصل مکمل از طریق آپریتینگ سیستم میشه. تعیین کردن فایل سیستم برای یک هارد دیسک از طریق آپریتینگ سیستم میشه. خب دوستان، ذخیره سازی دیتا و یا معلومات ها هم در داخل هارد دیسک از طریق آپریتینگ سیستم انجام میشه. به طور مثال شما در اصل میبینید ما یک یوزر داریم و فعلا قصد داره که چندین داکیومنت و یا معلومات ها را در داخل هارد دیسک به شکل دائمی ذخیره سازی بکنه. در اینجا است که آپریتینگ سیستم وظیفه داره که دیتا ها را به خاطر پروسس برای هر دیوایس باید برسانه، به طور مثال برای رم برسانه، برای سی پی یو برسانه، تا اینکه معلومات اکزیکیوت شود. بعد از پروسس دیتا، بعد از اکزیکیوت شدن دیتا، آپریتینگ سیستم مکلف است که دیتا و یا معلومات ها را به شکل دائمی در داخل هارد دیسک ذخیره سازی کنه، البته در داخل ساختاری که خود آپریتینگ سیستم در داخل هارد دیسک به وجود آورده، و محل قرارگیری دیتا ها را هم میتونه مشخص کنه که دیتای مورد نظر که فعلا یوزر میخواد ذخیره کنه و در کدام سکتور، در کدام ترک این ذخیره سازی شده. و این هم از یکی از وظایف مهم و عمده دیگه از آپریتینگ سیستم در کامپیوتر. خب دوستان عزیز، باز هم در این سلایت شما میبینید که بالای یکی از عملکردها و یا وظایف دیگه از آپریتینگ سیستم ما شما بس میکنیم که یه بار از میموری منیجمنت است. یکی ما استوریج منیجمنت داشتیم که مربوط به سکندری استوریج دیوایس و یا هارد دیسک میشه، و دیگه ما شما به نام میموری منیجمنت داریم که مربوط به مین میموری یا حافظه اصلی ما میشه. پس آپریتینگ سیستم هم میتونه که مدیریت خوب داشته باشه در عرصه رم ما و یا مین میموری و یا حافظه اصلی ما. زمانی که دیتا ها از طریق آپریتینگ سیستم طبعا میرسه بر رم و یا مین میموری، متوجه باشین که در اینجا دیتا ها در داخل مین میموری و یا رم ما شما باید مدیریت خوب تر شد. میریم ما شما توسط به مثال واضح میسازیم. خب دوستان، در قسمت میبینین شما یک یوزر دارید. یوزر قصد داره که چندین تسک انجام بده به خاطر پروسس و یا به خاطر اکزیکیوت کردن. در اینجا آپریتینگ سیستم مکلف است که دیتا ها و یا معلومات ها را برسانه بر رم، و در داخل رم میبینیم که چندین یونت تشکیل شده. البته یک دیتا میتونه نظر به سایزش، نظر به اندازش در این یونت در داخل رم در بر بگیره،
یعنی اولین تسک را آپریتینگ سیستم برام رساند و میتونه که یک تسک و طور مثال چندین یونت در رم در بر بگیره. فکر کنین یونت اول هم در بر گرفت، دوم و سوم و چهارم، اما قسم میتونه که چندین یونت دیگه هم باشه. و فعلا رم ما شما فول است، مکمل است، یعنی نمیتونه تسک دوم قبول بکنه. بعد از اینکه داکیومنت یک پروسس میشه، تکمیل میشه، پروسیش در رم تکمیل میشه، مرحلهش در رم تکمیل میشه، و حال وظیفه دیگه آپریتینگ سیستم ای است که میتونه دیتا ها یا معلومات ها را از یونت های رم خارج بسازه، دوباره ببره به طرف سی پی یو ما به خاطر اگزیکیوت کردن. متوجه باشین این هم وظیفه سی پی یو است که دوباره معلومات ها را خارج میسازه از یونت های رم به طرف سی پی یو به خاطر اگزیکیوت کردن روان میکنه. یعنی به این معنا که ما میگیم که آپریتینگ سیستم میتونه مدیریت خوب بکنه، به این معناست که الوکیشن و دی الوکیشن انجام میده، به این معنا که معلومات ها، دیتا ها را، یعنی تسک ها میاره الوکیت میسازه در یونت های رم، یعنی قرار میده و پس دوباره دی الوکیت میکنه، یعنی به این معنا که دوباره از یونت های رم دیتا ها را خارج میسازه به طرف سی پی یو روان میکنه به خاطر اگزیکیوت کردن. پس ببینین که یعنی الوکیشن و دی الوکیشن هم توسط با آپریتینگ سیستم انجام میشه. و می خاطر ما میگیم که میتونه که معلومات در داخل رم و یا حافظه اصلی ما هم مدیریت کنه. خب دوست عزیز، در این صورت شما میبینید باز هم شما برای یکی از عملکرده ها و یا وظایف دیگه از آپریتینگ سیستم بحث میکنیم که بارد سیکیوریتی و یا امنیت است. برای ما شما آپریتینگ سیستم میتونه که یعنی امنیت و سیکیوریتی را هم فراهم کنه. دوستای عزیز، شما میبینید ما یک یوزر داریم، طبعا در کامپیوتر شخصی خود قبلا یوزر و پسورد داده تا اینکه هر کس نتونه در داخل کامپیوتر خود، یعنی در کامپیوتر شخصی از این شخص لاگین شود. یعنی یوزر مشخص و پسورد مشخص باید تایپ شود تا اینکه بتونه در داخل کامپیوتر این نفر لاگین شود. زمانی که یوزر تانست پاسورد و یوزر خود را تایپ کنه، آپریتینگ سیستم توسط به یک پروتکل به نام کربروز میتونه که اتنتیکیت کنه، یعنی میتونه که چک بکنه که آیا یوزر و پاسورد دقیق هست و یا نیست. اگر یوزر و پاسورد ما دقیق باشه، اوتومات یوزر میتونه لاگین شود، در غیر از او نمیتونیم لاگین شود. ببینید در اینجا برمایتان است که سیکیوریتی یا امنیت فراهم کنه. و یک مثال دیگه هم باید برتون بگیم دوستای عزیز که آپریتینگ سیستم میتونه که در مینیموری و یا حافظه اصلی ما، یعنی در داخل رم هم چی بکنه؟ امنیت برقرار بسازه و یا امنیت فراهم کنه. به طور مثال ما قبلا هم گفتیم ما یک یوزر داریم دوستای عزیز که میخواد چندین معلومات ها را، یعنی چندین پروسس را انجام بده، یعنی پروسس یک، دو، سه و غیره، هر قدره که پروسسی هست میخواد انجام بده. زمانی که هر پروسس روان میکنه، نظر به سایز و اندازش گفتیم که در داخل رم یونت ها را در بر میگیره، میتونه چندین یونت را در بر بگیره. پس اینی جهاز آپریتینگ سیستم بین هر یونت میتونه یک امنیت ایجاد بکنه، یعنی میتونه هر یونت را متوجه باشین که بلاک میکنه تا ای که بین یونت ها مداخله یعنی صورت نگیره. و یا هم دوستای عزیز، به طور مثال شما ببینید در اینجا ما چندین تسک داریم، هر تسک نظر و سایز و یا اندازش توسط به آپریتینگ سیستم در یونت های رم، تعداد از یونت های رم اشغال میکنه. و متوجه باشین که هر قسمتی از دیتا های ما در داخل یونت ها دارای یک سیکونس نمبر میباشه، نمبر های مسلسل میباشه. و زمانی که ما میگیم آپریتینگ سیستم در مینیموری و یا حافظه اصلی ما هم برای ما امنیت مد نظر میگیره، به خاطر از این است که دوستای عزیز که یک قسمت از دیتا اگر در یکی از یونت های رم توسط به آپریتینگ سیستم قرار گرفته و یا الوکیت شده، یعنی جلوگیری میکنه که این قسمت به شکل تکراری در یک یونت دیگه از رم ذخیره سازی نشه و یا الوکیت نشه و یا قرار نگیره، جلوگیری میکنه در کل.
باید هر قسمت از دیتا فقط یک یونت یعنی در داخل رم اشغال کنه، نشه که به شکل تکراری و یا دوبلیکیت ایجاد شد. در کل دوست عزیز شما فهمیدین، درک کردین که یعنی آپریتینگ سیستم میتونه در حافظه اصلی و در مین میموری ما هم بتونه که یعنی سیکیورتی یا امنیت مد نظر بگیره. خب دوست عزیز، تشکر از توجهتان، امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشین و باز هم براتون تکرار میکنم که درس های آپریتینگ سیستم نسبتا مشکل هم است و در کل تیوری است. اگر بر شما کدام مشکل و یا سوال پیش میشه، شما میتونید از طریق های مختلف، از طریق تلفن، از طریق صفحه مجازی یعنی فیسبوک، از طریق کانال ما چینل یوتیوب، شما میتونید مشکلات تان امرای ما در جریان بونید و ما بتونیم که مشکلات شما را حل کنیم. به خداوند مسپارم تان همیشه خوش و خوشحال باشید.